پایدندشان و عرض خسته نباشید. لطف میکنید از آقای دکتر میلانی در برنامه تان بپرسید شاه از چه چیزی میترسید که به جای اینکه از ایران خارج شود میماند و سفیر آمریکا و سفیر انگلیس را اخراج میکرد و سفارتهایشان را میبست و سرکوب را شروع میکرد و آن 1500 نفر را که سامان دهنده تمام اغتشاشات بودند دستگیر میکرد تا شاید با سرکوب یک سری تروریست و حتما کشته شدن تعدادی از آنها شاید خیلی از این کشته های جنگ و معلولان و آوارگان و مهاجران را نداشتیم. اگر این کارها را شاه انجام میداد به نظر شما انقلاب باز هم اجتناب ناپذیر بود؟ با سپاس فراوان خدمت دکتر میلانی، شاهرخ سمری. بله، به یک روایتی میشه گفت که شاه هم در پاسخش به تاریخ، در کتاب پاسخ به تاریخ، یک چنین حرفی رو به صراحت در واقع میزنه. میگه که من نمیخواستم خون ریزی بکنم و فکر نمی کردم که میشه با خون بر مملکت سلطنت کرد. پایه های سلطنت نمیتونه بر اساس خون باشه. ولی الان که برمیگردم و این صحبت همون چند ماه بعد از انقلابه و میبینم چه کشتاری شده و چه ویرانی های شده، فکر میکنم شاید باید اون کار رو انجام میدادم. ولی من فکر میکنم یعنی دلایلی که شاه این کار رو نکرد چند در واقع جنبه مختلف داشت. یکی این که اصولا شاه آدم اونچنان خشنی نبود، یعنی بارها به تجربه نشون داده بود که اهل این که خشونت فراوانی به کار ببره نیست. منظورم نیست که در اون دوران خشونت نبود، در اون دوران خشونت بود، در اون دوران شکنجه بود، یا دی کشته شدن، ولی نوع کشتاری که جمهوری اسلامی نشون داد حاضر انجام بده، مثلا کشتار 4000 نفر در زندان در ظرف چند هفته صرفا به جرم اینکه شاید اینها بخوان با مجاهدین که در عراق بودن و از عراق میخواستن به ایران حمله بکنن همسو و هم دست بشن، اصلا چنین چیزی در قاموس شاه هم. کل کسانی رو که در تمام دوران سلطنتش تیرباران شده به قطع میشه گفت کمتر از 1000 نفر هست و میدونیم که جمهوری اسلامی رقمش بالای حداقل 11000، بعضی ها رقم رو خیلی بالاتر هم میگیرن. یه وجهش اینه، یعنی واقعا آدمی به اون شکل که فکر کنه با خشونت میشه قدرت رو نگه داشت نبود، اسد نبود. دو، به نظر من نکته دیگه این که در اون مقطع به گمان من به شاه برخورده بود مثلا، یعنی یه جوری حالت قهر پیدا کرد. بارها آدمی رو میبینه در چیزهای مختلفی که میگه من این همه کار کردم چطور این ملت انقدر ناراضی هستن. به خانم افخمی ظاهرا میگه که این بانوانی که ما این همه براشون کار کردیم اینا چرا در تظاهرات علیه ما شرکت میکنن. یعنی یه جوری حالت دلزدگی داشت. سه، کلن به گمان من شاه در دفعات مکرر نشون داده بود که وقتی بحران جدی میشه گرایش اولیش به گریزه. یعنی اینو در زمان سقوط پدرش میبینیم که یکی از گرایشاتش این بود که با پدر از ایران بره. در 45 دوباره زمزمه هست. در 48 آمریکایی ها رو و انگلیس ها رو تهدید میکنه که اگر نذارید قانون اساسی رو من ترمیم بکنم میرم. در 51-53 در دوران مصدق خوب کرات نشون داد که حاضر بر و بالاخره هم در 25 مرداد رفت دیگه. 25 مرداد هم حتی نموند که ببینه نتیجه نهایی چی میشه. مصدق مسیری رو که بازداشت کرد او از ایران رفت. در حول و حوش دوران امینی و تظاهرات معلم ها هم
سفارت آمریکا گزارش هایی هست که شاه میل به رفتن داره، یعنی میل به گریزش در هنگام تنش متاسفانه زیاد بود و بالاخره به نظر من نمیشه در مورد اون دوران صحبت کرد و از بیماری شاه صحبت نکرد. شدید بیمار بود و قرصایی که میخورد بهش استراب میداد، قرصایی که میخورد میشه دید اون اصطلاح توضیحاتی که در اون قرصا هست، بهش حالت پارانویا میداد، افسردگی میداد و تو اون شرایط تصمیم به موندن گرفتن براش دو چندان دشوار شد. و بعدم خب الان تو این اسناد جدیدی که در اومده میبینیم از نوامبر بهش انگلیس ها و امریکایی ها کم کم شروع میکنن به فشار آوردن که باید بره. بعضی ها بودن که در اون زمان به شاه دقیقا همینو میگفتن، یعنی من دیدم تو مثلا نامه هایی که اردشیر زاهدی به شاه مینویسه، میگه هایزه رو از ایران بیرون بکنید، سالمان رو بیرون بکنید، چرا انقدر چیز میکنید. می هایزر بدون یه ارتشی معاون ناتو، بدون اینکه به شاه مملکت بگه که فرمانده کل قواست، اومده در مملکت و داره با سران ارتش مذاکره میکنه. خب اگه یه نفر رو میشد به زود به راحتی قانونا بیرون کرد هایزر بود و بعضیا به شاه میگن، ولی شاه میخواست مسئله رو یه جوری با آمریکایی ها فیصله بده و فکر میکرد این دعوا رو شدیدتر میکنه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میلانی عزیز. آقای دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه دانمارک، یک تحلیل مفصلی نوشتند زیر عنوان بختیار کشته شد اما نمرد. در آغاز نوشتن هیچ ملتی در یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخش به چنین بخت بلندی دست نیافت که ملت ایران، و هیچ ملتی چنین نابخردانه لگد به بخت خیش نزد که ملت ایران. در عرض فقط 37 روز ملت ایران به آنچه میخواست رسید. شاه علناً اذعان کرد که صدای انقلاب مردم ایران را شنیده و از کردار پیشین اظهار ندامت کرد و قول داد به حاکمیت ملت، به نظام پارلمانی دموکراتیک و مبانی مشروطیت. او بالاخره راه دموکراتیک را برگزید و برخلاف نظر برخی از نزدیکانش به خونریزی دست نزد که ایران را به سرنوشت امروزی سوریه دچار کند. مطیع قانون اساسی مشروطه شد و قدرت و حکومت را به نخست وزیر یعنی بختیار واگذار کرد و با چشمانی گریان ایران را ترک گفت. معلوم بود که دیگر بر نمی گردد. شاه مقام نخست وزیری را به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان خود و یکی از وفادارترین رهروان راه مصدق سپرد. چندین صفحه سای دکتر بفرمی، شما نظرتون چیه؟ بختیار کشته شد اما نمرد. بله حتما بختیار، اگر مراد اینه که بختیار مرگ جسمانیش به معنای مرگ نامش در تاریخ ایران نیست، به نظر من حتما درسته. بختیار به عنوان یه چهره خیلی مهمی موندگار خواهد شد، ولی من بعضی از این مقایسه ها رو فکر میکنم کمی اغراق‌آمیزه. اینکه هیچ ملتی در هیچ زمانی یه چنین فقدی نداشت، خب واضحه که چنین چیزی نیست دیگه. رهبران دیگه هم بودن که مردم بهشون پشت کردن، از خود در ایران بگیرید، از امیر کبیر بگیرید تا مصدق بگیرید، تا به یه روایتی خیلی دیگر از کسانی که راه متفاوتی میذاشتن، دکتر صدیقی رو بگیرید. من اتفاقا فکر میکنم کسی که میتونست شاید سلطنت رو نگه داره و انقلاب رو به نوعی خونسا بکنه دکتر صدیقی بود، برای اینکه صدیقی متوجه بود که
بدون ارتش نمیتونه اوضاع رو در دست نگه داره. آقای بختیار این حساب رو میکرد که اگر شاه رو از ایران بیرون بکنه حتما میتونه با اون سرمایه این مسئله رو کنترل کنه. من فکر میکنم یه اشتباه محاسباتی بود. بعدم به هر حال من فکر میکنم این صحبت هایی که در مورد تماس هایی که آقای بختیار بعد از انقلاب با عراق داشت، این یه سایه ای خواهد بود. اونجوری نیست که تاریخ اینها رو فراموش بکنه. خدمات برجستش رو در تمام عمرش حتما در نظر خواهد گرفت، کمان که تاریخ همیشه اینجور میکنه. تاریخ مثل ما قضاوت های عاطفی نمیکنه، تاریخ قضاوت جامعه تری میکنه. یه کسی است که دوران طولانی مبارزه کرده در مقابل شاه، بعد در یه لحظه خطیر تاریخی این مبارزه رو واگذاشته. به یک روایتی شاید محاسبش اشتباه بوده که فکر میکرد با بیرون کردن شاه، و بعدم که اومد شجاعانه وایساد. بعضی از واقعا مهمترین مصادیق مبارزه در سالهای اول علیه استبداد آخوندی رو آقای بختیار کرد. شجاعتی که داشت در اون حرفایی که میزد، نشریاتی که میداشت، آدمهای درجه یکی که دوروبر خودش جمع کرده بود، از جمله خود شما که در بعضی از مطبوعاتش چیز میکردید، دیگران واقعا یکی دیگه آدمهای برجسته تری بودن. اون تصویری که خانم امیرشاهی از بختیار در یکی از رمان‌هاش میکنه و اون فضای اونجا رو تعریف چیز میکنه، خب اون تصویری به گمان من خیلی جالب موندگاری هست. ولی تاریخ قضاوت‌های دیگری هم خواهد کرد دیگه. تاریخ هم یه روزی بالاخره روشن میشه که این آیا درسته یا نه، و اگر درست باشه خب ببینید اونم مطلق به معنای نیست که تمام کاراش غلط میشه. نه خب الان ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی هم وقتی که داشت سر کار میامده با آمریکایی‌ها مذاکره میکرده، میدونیم با گروه ریگان مذاکره میکردن. یعنی قضاوت تاریخ یه خود پیچیده‌تره. به علاوه در اون حتی در اون قسمت که شما گفتید یکی دو نکته تاریخی چیز هم وجود داره. سخنرانی شاه در مورد شنیدن پیام انقلاب قبل از آقای بختیاره، درست زمانی است که اظهاری رئیس دولت شده. یکی از سوال‌های جالبی که واقعا میشه پرسید و باید پرسید و داریم کم کم به لحاظ این اسناد جوابش رو پیدا میکنیم، وقتی شما میخواست حکومت نظامی اعلام بکنه چرا اظهاری را بود؟ چرا اویسی رو نیاورد؟ شما حکومت نظامی اگه میخواهید اعلام بکنید میخواهید بترسونید جامعه رو دیگه، میخواهید نظم برقرار بکنید. آقای اظهاری که به عنوان ارتشی میاد سخنرانیش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه و حکومت نظامی رو با رأی میگه مردم من میخوام، با رأی مجلس میخوام آغاز بکنم، خب اون که حکومت نظامی در معنای متعارفش نیست. چی شد که از اویسی شاه نظرش برگشت؟ به نظر میرسه که غربی ها فشار آوردن. دوباره تو همین اسناد جدیدی که بعضیاش مورد اشاره بی بی سی قرار گرفته ببینیم که آمریکایی‌ها خیلی نگرانن که اگر اویسی بیاد واقعا ممکنه کودتایی بکنه به نفع شاه. و وقتی که اویسی از ایران میره توی تلگراف میگن که ما خیالمون راحت شد دیگه، ارتش وارد عمل نمیشه. یعنی این همه رو که کنار هم میذارید ببینید که در عین این که به نظر من واقعا بختیاری که از چهره های بسیار موندگار تاریخه، و من این نوع روایت پر اغراق رو که هیچ کسی در هیچ زمانی در تاریخ یه چنین بختی نداشته و به این بخت پشت نکرده، و اون رو خیلی خیلی دوره های در کشورهای مختلف هست که مردم به رهبران خیلی خوبشون، دلسوزشون پشت کردن به لحاظ اینکه یک سودای دیگه ای داشتن یا سودا زده شدن یا یه
آقای دکتر دو گل هم از همون قربانیانه؟ دو گل دیگه، دو مثلا خود دو گل شما نگاه بکنید، پشت کردن مردم به دو گل یکی از اون مصادیق خیلی نمونهاش خیلی زیاده، نمونه های آدم هایی که در یه لحظاتی مردم بهشون پشت میکنن به لحاظ اینکه مردم هیجان زده میشن. یعنی گاندی رو کشتن دیگه، و از اون که چیستر نمیشه. خیلی مثال ها زیاد هست، ولی اون حرف اساسی که ایشون زدن به نظر من کاملا درسته، که او گرچه جسمن مرده ولی نامش زنده خواهد بود به عنوان یکی از واقعا نمیخوام بگم کلمه بصیرت رو میخوام اعتراض بکنم، ولی چون این روزا معنای خیلی چیزی پیدا کرده، کج و موجی پیدا کرده، ولی واقعا بصیرت تاریخی داشت، میدونست که چکمه داره میره و نعلین داره میاد، میدونست که نعلین که بیاد استبدادش بدتر از چکمه خواهد بود، تمام سعیش رو کرد که جلوی این کار رو بگیره، و بعد از اینم که در اومد به خارج مبارزش رو ادامه داد. ولی خب میگم خیلی من ترجیحم این است که در این مسائل آدم از حکم‌های خیلی مطلق کلی باید بپرهیزه، اعتراض بکنه.